بی‌ثباتی سیاسی همگام با آغاز هفته کاهش خشونت‌ها و اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری. اما سرانجام پیامد اقدامات موازی در نظام افغانستان چه خواهد بود؟ آیا اقدام تشکیل کابینه از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله با واکنش نظامی ارگ به عنوان تیم برنده انتخابات منجر خواهد شد؟ و اگر بله، کشور به کجا خواهد رفت و احتمال تکرار جنگ‌های داخلی وجود نخواهد داشت؟ در نهایت راه حل عبور از وضعیت پیش آمده سیاسی در کشور چیست؟ برخی از همین اکنون روی ایجاد حکومت فراگیر ملی، حکومت مصالحه و حکومت موقت تأکید می کنند. آیا این گزینه‌ها راه حل عبور از بحران کنونی در افغانستان هستند؟ روی همین موارد بیشتر بحث می کنیم. بیننده های عزیز سلام، به برنامه بازنگاه امشب با من حارث جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث آقایان جارلا منصوری، عضو پیشین کابینه، آقای بریالای هلالی، آگاه امور سیاسی، و تا لحظات دیگر آقای بصیر احمد یوسفی، استاد دانشگاه نیز با ما خواهد پیوست. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدید. آقای هلالی، بحث میخوایم با شما آغاز بکنم. قسمی که شما در جریان هستین، اقدامات از سوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی موازی با اقدامات حکومت انجام شده، به تازگی والیان سرپل جوزجان از سوی عبدالله عبدالله معرفی شده و همچنان والی ولایت پنجشیر هم از اعلام حکومت دکتر عبدالله پشتیبانی کرده. سرانجام این اقدامات کشور به کجا میبره و پیامدش چی خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و جناب وزیر صاحب و بیننده های شما. من نظر ما اقداماتی که از طرف تیم ثبات و همگرایی صورت گرفته یک واکنش انتخاباتی است و نمیتانه که جاگزین یک تیم انتخاباتی برنده شود. ممکن در کوتاه مدت اینا تاثیرات خود داشته باشه، ولی تاثیرات دراز مدت نخواهد داشته باشه. و با میانجیگری فعلی که زلمه خلیلزاد با سفیرشان پیش دوستم صاحب رفته بود، عبدالرشید دوستم در جوزجان، و بعضی از مذاکرات مخفی یا علنی بین دو تیم که صورت میگیره، این مشکلات حل خواهد شد. من فکر میکنم اما از این اکنون روند زندگی مردم در شمار از ولایت ها مختلف ساخته. به گونه مثال دیروز شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان از صبح تا دیگر شکل نظامی را به خود داشته و شهروندای این ولایت نتونستن به کار روزمرهشان ادامه بدن. من موافق هستم با صحبت های شما. ببینید، من فکر می کنم که ما در عمق یک بحران عمیق، یک بحران کلان قرار داریم. اگر ببینیم در 18 سال گذشته بعد از این تجارب دموکراسی را که ما داشتیم، امروز افغانستان در بدترین وضعیت از لحاظ وحدت بین مردم و بین اقوام قرار داره. ما اینجا برنده و بازنده را به شکل کسی که مجری حکومت میشه و کسی که ناکام میشه و اصلاحات دیگه فکر میکنیم. من فکر میکنم که برخوردهایی که در خصوصا در این 5 سال گذشته بین سیاستمدارا وجود داشته، بیشتر تلاش شده که بعضی از مردم حذف شوند و آشیا کشیده شوند، و اونا از ترس از این که ما در افغانستان یا نمایندگی از قوم میکنیم یا از یک گروه میکنیم یا از یک سمت میکنیم، این منافع خود در خطر میبینن. من فکر میکنم که اینا کوشش دارن کمی مشکل حل کنن و نباید. یعنی فکر میکنن این اعتراض ها همه به خاطر سهم گرفتن در قدرت؟ من فکر میکنم که یک عامل عمده سهم گرفتن در نظام است، حکومت است. ببینید، ما یک مشکل کلانی که داشتیم در 40 سال تاریخ افغانستان اگر به دقت ببینیم، این است که وقتی یک گروه حاکم میشد سر مردم افغانستان، دیگرها را از صحنه سیاسی بیخی گم میکردن. من فکر میکنم ما در یک مرحله قرار داریم که آغوش نظام جمهوری اسلامی افغانستان باید بسیار کلان بوده باشه و این کسایی که ناراض هستن اینا را در آغوش خود بگیرن و نگذارن که دیگرها آغوش خود برشان باز کنند که بین با ما یک جاشه و اجنده های خارجی در افغانستان، خصوصا در وضعیت که ما از یک طرف مذاکرات صلح داریم و از طرف دیگه جنگ است، موضوع جنگ و صلح شامل است و مسائل وحدت ملی. عمدترین بحران جنگ با طالب نیست، عمدترین بحران مشکلات اقتصادی افغانستان نیست، عمدترین بحران بی اتفاقی قومی، سمتی و زبانی است که ما فعلا در فرمایشات شما را اگر یاد شما باشه در سخنرانی رئیس جمهور به عنوان تیم برنده اونجا اشاره کرد که زمان رقابت گذشته،
ما هیچ نوع رقیب و حریف نداریم، آغوش ما با تمامی جریان های سیاسی بازه. این باورمندی متاسفانه فضای باورمندی و اعتماد سر یکدیگه از بین از سیاست مدار از بین رفته. من فکر نمی کنم که بسیار آسانی و بسیار به حساب سادگی تیم ثبات و همگرایی سر صحبت های اشرفانی باور کنند، چون یک پیشینه دارن، یک تجربه 5 ساله بود که برخورد بین از اینا چی گونه بود بین دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی. بنان اینا به یک چیز یک سند ضرورت دارن و یک موافقت نامه بین خود که او را بعضی از کشورهای بزرگ جهان، ملل متحد، یوناما اینا ای را تایید کنن. یعنی پس نیاز است که ما یک بار دیگر حکومت... یک نسخه جدیدی از حکومت وحدت ملی را داشته باشیم؟ حکومت وحدت نیم، حکومت مشارکت ملی ممکن یک چیزی بوده باشه، ولی امتیاز برشان داده شده. اینا ترس از این ندارن که ما انتخابات باختیم، اینا ترس از این را دارن که ما افغانستان باختیم، ما سمت خود باختیم، ما قوم خود باختیم، ما نفوذ خود باختیم. دیگه اینا اگر ممکن به این راضی شوند که ریاست اجرایه نباشه، حکومت وحدت ملی و یک تجربه تلخ بود، ممکن یک ساختار جدید، یک شکل سیاسی به خود بگیره. از لحاظ حقوقی بحث انتخابات ختم است، ولی ما میدانیم که یک رای گنجشکه که به حساب سیاسی وجود داره که میشه دو تیم با هم نزدیک بسازیم. اینا بین خود یکان مسئله یعنی پس با طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری موافق هستند که باید یک حکومت فراگیر ملی باید شکل بگیره؟ چاره نیست. اگر حکومت فعلی دکتر صاحب اشرف غنی بخواه نخواه، وضعیت طرف روان است که ما مذاکرات، اول به خاطر مذاکرات ما وحدت بین خود نیاز داریم که یک تیمی باشه که نمایندگی از کل افغانستان کرده بتونن. دو موضوع اختلافات قومی بین خود، بین مردم افغانستان است. حالا این ممکن عجیب معلوم شود که من از تریبیون تلویزیونی صحبت میکنم، ولی این درزها هست متاسفانه. انتخابات مردم را به سمت و قوم و زبان تقسیم کردن. این مشکلات اگر ما مد نظر بگیریم، باید یک نظام فراگیر، حکومت نه نظام که در رأس رئیس جمهور است. ای حکومت شخصی نه اشرف غنی است نه دکتر عبدالله است. مردم باید باورمند شون به یک نظام از خود بشمارن. ترس از ای است. من ترس از ای دارم اگر به این جنجالایی که فعلا در نظام در فضای سیاسی حاکم است، آهسته آهسته مردم به کل نظام بی باور شون. این ممکن سر اردو بی باور شون، ممکن سر پلیس بی باور شون، ممکن سر نهادهای دیگه امنیتی و دفاعی. دیگه یک مشکل، یک بحران عمیق است و این چاره شام یگانه راهش اینی است که ما مشترکاً یک نظام بسازیم یا اون نظامی که هست رو تقویه کنیم. تشکر. بیننده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه کوتاه. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. آقای منصوری، پیامد اقدامات موازی که در حال حاضر انجام میشه به عنوان دوتا دسته انتخاباتی پیشتاز که یکی ظاهراً از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان برنده انتخابات اعلان شده و دسته دومی هم به عنوان بازنده، پیامدش چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ما هم خدمت جناب هلالی سب شما و از طریق تلویزیون محترم شما و بیننده های عزیز عرض سلام و احترام دارم و میگم متاسفانه کاش طور حالت پیش نمی آمد. کاش از اول از اساس ما کارهایی را میکردیم، اساسی را میگذاشتیم که نوبت به این حد نمیرسید. ولی بعد از آموزش تجربه یا تجربه گرفتن از چند تا انتخابات گذشته، چند کار در امی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در میکانیزم ها و شیوه های تدویر انتخابات صورت گرفت و او برای اعتماد سازی صورت گرفته بود. اولی بود که کمیشنرها که انتخاب شدن، کمیشنرها با اساس رایدهی اجماع و اتفاق تمام کاندیدای ریاست جمهوری برگزیده شدن یا انتخاب شدن. چه کمیشنرهای کمیسیون شکایت انتخاباتی بود، چه هم از کمیسیون مستقل انتخابات بود. و این هم به خاطر عزمی این کار شد که یک اعتماد به میان بیاید. و مسئله ابزار و آلات بایومتریک هم که به میان آمد، به خاطر عزمی بود که باز هم یک اعتماد، یک فضای اعتماد به میان بیاید و همگی نتایجی که از انتخابات برمی آید را بپذیرند.
خب اما مشکل برداشت شما چی است که چرا این اعتماد به میان نیامد؟ خب حداقل ما... آن چرا که یکی از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی میگه که فیصله های کمیسیون شکایات کمیسیون مستقل انتخابات تطبیق نکرده نشان دهنده عدم امانگی است. وقتی که شما بالای من اعتماد میکنین، یک وظیفه را به من میسپارین، اعتماد شما به جایش درست است، به جای خود درست است، ولی زمانی که من از عهده او وظیفه به خوبی نمیتونم بر بیایم، در انجام او وظیفه مقصر هستم، ای به این معنا نباشه که تقصیر ما باعث از این شود که یک بحران ایجاد کنه بین دو طرف. خب در این شکی نیست که کمیسیون مستقل انتخاباتی و کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی اینا در مدیریت تدویری پروسه جمع‌آوری تمامی مراحلی که در انتخابات هست در این ضعیف آمدن، نتانستن امو کاری را بکنن که منجر به اینطور یک بحران نشوه. حال کاش دو طرف ای را باعثی از این ندانن که کار تقصیراتی را که کمیشنرهای کمیسیون انتخابات کردن، تقصیراتی از اونا باعثی از این شوه که اینا ملتی را که 40 سال در آتش جنگ سوخته و تشنه صلح و آرامش است، پس این ملت به طرف آتش جنگ ببرن. و ما به عنوان یک شهروند درد دیده و ستم کشیده افغانستان و کسی که عزیزانش در این ناآرامی ها و اختلافات از دست داده و در گلم غم عزیزان خود نشسته، که مانند ما هر افغان، هر فامیل در افغانستان در رنج و اندوه عزیزان خود نشسته، هر کسی که باعث شوه که کشور به طرف جنگ های داخلی و ناامن و ناامنی و پس اختلافات ببره، ملت افغانستان او را هرگز نمیبخشه، خدا هم او را نمیبخشه. حداقل به عنوان یک فعال سیاسی که در این کشور فعال بودین و در کابینه هم دخیل بودین، فکر میکنین که آیا این بار ملامتش برمیگرده به بخش داخلی کشور، یا این فکر میکنین که بار ملامت اوضاع فعلی هم ابعاد خارجی داره؟ در این شکی نیست که پاکستانی ها خواسته هایی داشتن که قبل از تدویر انتخابات این نتایج انتخابات باید تدویر نشه، نتایج انتخابات اعلان نشه، و قبل از همه این پروسه ها خواهش پاکستانی ها و خواست پاکستانی ها از امریکایی بود که یک حکومت سرپرست یا حکومت موقت بیاید، در رأس حکومت اشرف غنی نباشد، دکتر سیب اشرف غنی در رأس حکومت، در بدنه حکومت طالب، تنظیم های جهادی، رهبرای جهادی و کسای دیگری در اینجا باشند. این خواست پاکستانی ها با در نظر داشت یک دیدگاهی که برای 50 سال آینده دیگه داشتن، پاکستانی ها این خواسته داشتن. اما اگر این خواست پاکستانی ها به کرسی می نشست و این گپ صورت می گرفت، ما جمهوریت هم از دست می دادیم و دستاوردهایی که در 17-18 سال داشتیم او را هم از دست می دادیم. بالاخره ما می رفتیم ملت خود، منافع اولیای مل مردم خود، کشور خود و دستاوردهای خود، و 50 سال بعد، یعنی نسل های 50 سال بعد دیگر هم قربانی میکردیم و در پای پاکستان میریختیم. این تقاضای واضح و روشن پاکستان بود. خب یک انتخابات تدویر شد، نتایج انتخابات اعلان شد، اینجا پاکستانی ها به یک نومیدی رسیدن. فعلا تکمه ای را که پاکستانی ها فشار میتن دیگه غیر از امریکایی ها کسی دیگری نیست. یعنی دلیل از این که تا هنوز ایالات متحده آمریکا نتیجه انتخابات افغانستان استقبال نکرده همین موضوع است؟ هنوز هم پاکستانی و امریکا را فشار میتن که اونمو تقاضایی را که قبل از انتخابات داشتن، امو تقاضا باید به کرسی بشینه، امو خواست پاکستان باید وزیر خارجه پاکستان. یعنی اگر واقعا موارد را که شما گفتین اگر چنین باشه، پس فکر نمیکنین آنچه را که آقای هلالی گفت، پس نیاز است که افغان ها تن بدن به یک حکومت مشارکتی؟ پس ما صدای ما با این تحلیل ایرا، ما هم میدانم افغان های امروز افغان های 20 سال قبل نیستن، حال مردم آگاه هستن، میدانن، من میدانم، شما هم میدانن که پاکستانی ها، وزیر خارجه پاکستان وقتی که میگه ما طالبان را به میز مذاکره آوردیم، ما راه را برای هموار کردیم، این چی معنا داره؟ به این معنا که خب ما این کار کردیم، برای شما امریکایی کردیم که شما برین در اونجا دستاوردتان به ملتتان بگوین و در انتخابات رای بگیرین، حال در بدل شما هم برای ما تقاضای ما را در افغانستان، اینجا خو جنگ هند و پاکستان خو عملا در جغرافیای ما هست دیگه، ما خو میدان جنگ های نیابتی هستیم، از این خو انکار کرده نمیتونه. و افغان ها هم نیاز است به خاطر ثبات داخل افغانستان قربانی بدن. بنان مشوره ما، بنان به عنوان یک شهروند عادی راه حل را که ما پیشنهاد میکنم به قسمت راه حل بعدن میایم آقای منصوری. اما فکر نمیکنین که
افغان ها به خاطر تامین ثبات در افغانستان باید قربانی بدن. یعنی اگر قرار باشه نه باید که ما بازی را ما بالاخره چیز می سازیم، بلند منزل می سازیم، خانه ها و قصرهای خوب می سازیم، اما فرهنگ زیستن در او را یاد نداریم. ما بالاخره کمیسیون انتخابات می سازیم، ابزار و آلات مجهز می کنیم کمیسیون، ولی فرهنگی از این نداریم که برد و باخت بپذیریم، پذیرش تحمل پذیرش نتیجه را نداریم. بالاخره دعوا می کنیم که نتیجه باید حتما و 100% به نفع ما باشه. حالا به هر عنوانی که هست و هر قسمی که شده، اگر دسته ثبات و همگرایی، دسته ثبات و همگرایی خودم ملت دوست، وطن دوست، فرزندان صدیقی وطن میدانن، راه حل نیست که وطن به بحران ببرن. تشکر. راه های حل مسالمت آمیز دیگه هست که بیان او را در پیش بگیرن و از او طریق خواستایشان را به کرسی بشانن. تشکر آقای یوسفی، بسیار زیاد خوش آمدین. آنچه را که تا اکنون بحث کردیم، ظاهرا اقدامات از طرف دسته ثبات و همگرایی به شکل موازی در برابر اقدامات حکومت انجام میشه و حداقل دو تا والی را اینا معرفی کردن و یک والی هم از اعلام حکومت دکتر عبدالله پشتیبانی کرده. پیامد این بی‌ثباتی کنونی برای افغانستان چه خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب خدمت شما میهمانان عزیز در بث و بینندگان عزیز تلویزیون، با عرض پوزش از اینکه مهنا وقت رسیدیم در برنامه. افغانستان در شرایط قرار داره که بیشتر از هر زمان دیگر ما به تحمل همدیگر ضرورت داریم تا بتانیم برای نسلهای آینده در حقیقت یک افغانستان روشن از خود به میراث بگذاریم، افغانستان سازنده، افغانستانی که بنای از او در حقیقت در آینده آسیب پذیری کمتر داشته باشه. مشکلاتی که در شرایط فعلی ما داریم و فرصتی که امروز بر ما میسر شده با این تنش هایی که ما وجود است واقعا در تضاد است و این تضاد بیشتر از هر کس بر جامعه خود افغانستان، بر نسل آینده افغانستان صدمه وارد میکنه و بدون قید و شرط تاریخ ایر می نویسه و بردباری ها و همدیگر پذیری هایی که در ای آستانه و در این زمان دقیق که بیشترین بردباری را ضرورت داره که افغان ها باید او را انجام بدن در قبال از این قضاوت میکنه و او روز روزی است که در حقیقت برگشتن نمیتونیم و ترمیم کردن نمیتونیم و شاید در تاریخ نام ما من حیث افرادی که به سرنوشت مملکت با نقطه های مختلف در حقیقت بازی کردن ثبت شوه و فکر میکنم اون روز دیر است، خیلی دیر است. اگر ما بحث اضافه تر از 14 جنگ را فکر بکنیم، افغان ها در شرایط فعلی مهمترین موضوع و قضیه بر از چی است؟ سالی که پیش آمده دروازهایش باز شده، بعض انتخابات وضعیتش واضح و آشکار است، مردم افغانستان به معنای واقعی از او تایید نکردن انتخابات را. اشتراک کننده های پروسه انتخابات نمایندگی از موضوعگیری مردم افغانستان در قبال قضیه است. ما خودم از جمله رای دهندگان هستم، اما میبینم که مردم ما با اون میزانه که ما به تمایل به طرف پروسه انتخابات رفتم، مردم نرفتن، رای ندادن. این نمایندگی از این میکنه که باید سیاسیونی که امروز در حرکه قدرت افغانستان هستند، در مخالفت با حکومت افغانستان هستند و کسایی که داخل پروسه انتخاباتی بودن، اینا از همه بیشتر بحث قضیه صلح افغانستان روی دست بگیرن تا ما یعنی بی‌ثباتی سیاسی کنونی فکر میکنین تاثیرگذار است روی روند گفتگو است؟ در این شک نیست که هم تاثیرگذاری بیشتر داره و هم از طرف دیگه دشمنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگه استفاده بیشتر را ازی میکنن. امروز در افغانستان خب آقای یوسفی، در مورد اینکه تاثیرگذاریش چه خواهد بود پس از یک میان برنامه کوتاه. به ادامه بازنگاه باز هم خوش آمدید. آقای یوسفی، تاثیرگذاری مشخصی که میتونه روی روند گفتگوهای صلح داشته باشه این وضعیت فعلی چی است؟ خب اگر ما از زمان شروع گفتگوهای صلح واقعا نظر بیاندازیم، میبینیم که خب طالبا با وجود که مخالف دولت افغانستان در حد یک گروه اشتراک میکنن، اما یک گروه واحد است. 12 نفر در هر اجلاس به شکل برنامه دار با برنامه مدون وارد میشن و از برنامه، از گفته های گذشته خودم آگاهی دارن، میان وارد مذاکره میشن، زیاد حرف هم نمیزنن، با حرفای با جملات خیلی کوتاه و اندک مطلب خود میرسانن. اما از جانب دولت افغانستان، از جانب اپوزیسیون، از جانب کسایی که در این طرف هستن، در کل ما تا بال یک مجمع نداریم که
نمایندگی از صلح افغانستان بکنه. حتی لیست 16 نفری هم که بحث از او هم تا به حال آشکارا در صحنه نیست که 16 نفر کی هستن. این مبارکه را خود اقل مردم افغانستان باید بشناسن. یعنی اینا همین تو در خفا باید برن در اونجا هم گپ بزنن به نمایندگی از مردم. مردم خود حق دارن که همون کسی که به نمایندگی از اونها میره صحبت میکنه لاقل همون چهرهای مبارک از اونها رو خوب ببینن. این تو که نمیشه که در خفا اونها. به عنوان یک شهروند در ارزیابی شما چی است؟ در این شکی نیست. چرا حراس داره که هویت این افراد که قرار است به عنوان هیئت گفتگو کننده برن و اونجا صحبت بکنن رسانه‌ای نشه؟ خب یکی از جمله مشکلاتی که فعلا عملا با او مواجه هستیم کارکردهای خود دولت افغانستان از حکومت وحدت ملی است. حکومت وحدت ملی زمینه و بستر از زیر نتوانست فراهم بکنه که از جانب افغانستان یک تیم واحد تشکیل بشه. خب حالا در حکومت وحدت ملی کی بیشتر متهم است کی کمتر متهم است؟ مردم افغانستان میدانن. بارها هم گفته شده این نیاز به زیاد تکرار کردن نداره که قضیه تکرار شود. اما ضرورت ما به این داریم که در حقیقت در همین شرایط اساس ما به فکر ازی باشیم که تیمی را بسازیم که از عهده حل این مشکل بدر بیای. این مشکل مشکل عادی نیست، مشکل یک دو روزه نیست. تشکر آقای هلالی. تداوم این وضعیت فکر میکنین منجر به اقدام نظامی ارگ ریاست جمهوری شد؟ خب ما قبلا گفتم که این مشکل به حدی نخواهد رسید که نیاز شود تا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که از مردم افغانستان است. خب حداقل نشانه هایش در ولایت بغلان دیروز ما دیدیم که تعدادی از نیروهای امنیتی عکس های دکتر عبدالله را رفتن به سطح شهر و اونا را پایین کردن. پیشنهاد ما چی هستن؟ ببین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باید از بحث های انتخاباتی حتی موضوع شامل مذاکرات صلح هم نبوده باشه. ما این را باید به هر صورت حفظ کنیم و از یکی جنجال های انتخاباتی به یک بحران کشیده شده این راه های سیاسی خود داره. اقدام نظامی نمیتونه، ممکن تحریک کنن طرفای دیگر. اما در گذشته شاهد اقدامات نظامی در موارد سیاسی متاسفانه بودیم. بسیار مسائل خرد و ریزی بود و اگه اینجا مسائل به انتخابات متاسفانه مردم افغانستان ما پیشتر هم اشاره کردم به قوم و اقوام تقسیم کردم. فرض مثال اشرف غنی 30% رای از مردم از آره بردن، 60% رای دکتر عبدالله بردن. دکتر عبدالله بیشترین رای مردم تاجک افغانستان برده، در مقابلش اشرف غنی رای بیشتر مردم پشتو زبان برده. در 18 ولایت رای عبدالله زیاد است، در متباقی رای اشرف غنی زیاد است. این ساختارهای مغلق اجتماعی را اگه ما ببینیم و تاریخ 40 سال گذشته ما نمیتونیم که در برابر مردم خود اقدام نظامی کنیم. یعنی اقدامات تازه ثبات و همگرایی هم به اساس محاسبات قومی صورت گرفت. ما تا جای فکر میگیم که امین انتخابات مردم بسیار زیاد تقسیم کردن سیاست مدارای ما را و هر اقدام نظامی و ایره متوجه است خود حکومت افغانستان رئیس جمهور که به یک بحران بسیار کلان تبدیل شده میتونن. با مسائلی که ما فعلا داریم در پروسه صلح مردم ترس از این دارن و بیشتر برای شما در مجلس در بحث اشاره کردم که اینا حذف میشن از تاریخ افغانستان و هر چیزی که دارن ممکن در برابر حفظ موقف سیاسی و اجتماعیشان با عقبه قومی و سیاسی که دارن این را حفظ کنن. بنابراین من فکر میکنم که رای حل نیست و این را دولت هم باید متوجه باشه که نیروهای مردم، نیروهای امنیتی از مردم افغانستان است و اینا باید به طرفی خود حفظ کنن. یگانه رای سیاسی است که یک حکومت مشارکت ملی با وضعیتی که فعلا افغانستان قرار داره در پروسه صلح هم در جریان است آغوش خود باز کنن. تنگ نظری ما گفتم بیشتر که حکومت حتی اگر رئیس جمهور اشرف غنی رئیس جمهور هم باشه انتخابات هم برده باشه ملکیت شخصیشان نیست. ملکیت شخصی فرد شده نمیتونه. در قانون اساسی گفته نشده، گفته که امور مملکت در دست داره ولی مالک کشور نیست. اگر عبدالله است اگر دکتر اشرف غنی اینا باید حفظ کنن. تشکر آقای منصوری. نیروهای امنیتی فکر میکنین که استقلالیت خود را حفظ کنه؟ چون سخنگوی ارگانهای محل دیروز به رسانه ها گفته به دلیل حکومت اقدام نکرده که ما در آغاز هفته کاهش خشونت ها قرار داریم و اگر واقعا این هفته کاهش خشونت ها پایان پیدا کنه و دست بزنن به اقدامات نظامی باز پیامدش چی میشه؟ ما هم به تایید گپای هلالی صاحب به این نظر هستم که انشالله نوبت به او حدی نمیرسه که حکومت از نیروهای مسلح استفاده بکنه. یک موضوع. موضوع دیگه است که من شناختی را که از دکتر اشرف غنی دارم
باورم به این نمیاد که دکتر اشرف غنی نیروهای امنیتی را یا نیروهای نظامی را برای مهاری چیزایی که نامی کنن قمانده بده یا فرمان بده. اما یک رای ما در دو حالت، ما برای نیروهای امنیتی هم میگم، برای مردم افغانستان هم میگم، فعلا دو تا گپ برای ما خیلی سرنوشت ساز و خیلی مهم است. گپی اول اموش که جناب استاد یوسفی اشاره داشتن که صلح. صلح، صلحی که ما تشنه از او هستیم و یک فرصت برای از او پیش آمده. بیا برای پروسه صلح و برای تأمین صلح هر کسی از این وطن قربانی بوده، هر جنای قربانی بوده، هر سیاسی قربانی بوده، هر کسی قربانی بوده، در اوراق زرین تاریخ به خط طلا نوشته میشه کی برای صلح، تأمین صلح در افغانستان قربانی داد، از منافع شخصی و گروهی و سمتی و سیاسیش گذشت و بالاخره این صلح آورد. به خاطر از اینکه این صلح خواست مردم افغانستان و نیاز عصر امروز در افغانستان است. و گپ دیگه است که بعد از صلح چیزی که برای ما مهم است نان است. فعلا مردم افغانستان در همین قسمت آقای وزیر فکر نمیکنین که حکومت افغانستان آماده قربانی نیست؟ وگرنه باید منتظر باشه. چرا حکومت دست پاچه است؟ به خاطر برگزاری مراسم تحلیف، حالان که با در نظر داشت حقوق بین الملل شما بهتر میشناسین که میدانین که وقت حکومت ها از طرف کمیسیون انتخابات برنده اعلان میشن باید بحث شناسایی در سطح بین الملل صورت بگیره که تا اکنون چنین اقدام صورت نگرفت. ما یک هفته کاهش خشونت داریم، بعد از یک هفته میریم به طرف مذاکرات بین الافغانی، فرصتی که ما منتظرش بودیم، فرصتی که همه ملت افغانستان ما و شما در مجموع منتظرش بودیم، این فرصت دیگه بسیار پیش آمده و حکومتم مکلف است که هیئت مذاکره کننده حکومت تعیین بکنه و مراسم تحلیف در پروسه مشروعیت خود یکی از مراحل است. حکومت بیا که رسما رئیس جمهور، اگرچه در این مسئله انتقال قدرت مطرح نیست، رئیس جمهوری به هر حال پس برنده شده، ولی مراسم تحلیف یک رسم است که باید بجا آورده شود و بعد از مراسم تحلیف شناسایی بین المللی هم صورت میگیره. و مراسم تا اکنون حداقل 4 روز سپری شده، چرا صورت نگرفته؟ تنها هند و کویت اعلان کردن. ببینین وقتی که مراسم تحلیف صورت میگیره که یک رسم دیپلماتیک و یک رسم تشریفاتی در تمام دنیا هست، شما ببینید که وقتی که پرزیدنت ترامپ هم تبریکی برش گفته شد، رؤسای جمهور دنیا برش تبریکی دادن، بعد از مراسم تحلیف بود. یعنی امیدوار هستین که پس از مراسم تحلیف شناسایی صورت میگیره؟ این صورت میگیره دیگه. جامعه بین المللی چی میگه؟ جامعه بین المللی خود نمیخوان که افغانستان به طرف بحران بره. بین و دیگه یه گپ هست که حکومت رسما بیای امور به دست بگیره برای 5 سال دیگه و حکومت هیئتش تعیین بکنه و باز حکومت هم با این هیئتی که تعیین میشه یک سال هیئتی مذاکره کننده یک ساختار است. در پروسه صلح چندین ساختار دیگه است که هیئتی مذاکره کننده تعیین میشه، هیئتی مرکزی تصمیم گیرنده تعیین میشه. خب باز رؤوس مطالب یا خطوط اساسی برای هیئت مذاکره کننده با طالب داده میشه. خب این به نظر کار ساده میخوره، ولی در وقتی که عملی میکنین، این کار در عمل تطبیق میکنین، بسیار قدمه ها داره و بسیار مراحل و پروسیجر های دیگه داره که باید طی شوه. اگر ما مراسم تحلیف به تعویق بندازیم، این خود تاثیر میکنه بالای سرعت پروسه مذاکره بین الافغانی. با او عجله حکومت به خاطر هیچ گپی نیست، تنها به خاطر صلح است که مسئله پروسه مذاکرات خب اگر بین الافغانی. اگر واقعا عجله حکومت به خاطر صلح باشه، طالبان خیلی واضح اعلان کردن که اشرف غنی را به رسمیت نمیشناسن و نتایج انتخابات هم برشان مشروعیت نداره. ببین جناهایی که میگن به رسمیت نمیشناسیم، قبول نداریم، خب جناهای دیگه هم داریم در اینجا. هم طالب خوب دیروز هم نمیشناخت، خب امروز هم نمیشناسه، پس چرا حکومت هیئت انتخاب کنه؟ خیر طالب قطعی چیز میکنه، قطعی مذاکره میکنه. آنچه که در خبرنامه طالب آمده گفته ما با مردم افغانستان گفتگو میکنیم. آنچه که در ورق همراه امریکایی ها امضا کردن او مهم است. آنچه که در پای ورق امضا کردن هیئتی با افغان ها مذاکره میکنن، با حکومت افغانستان تحت زعامت افغانستان پروسه صلح. شما شاهد خواهد بودین که پروسه صلح تحت زعامت حکومت افغانستان به پیش می رود، هیچ امکان نداره. ولی نقطه نگرانی ما در چی است؟ نقطه نگرانی ما در است که در این پروسه صلح بیاین حیثیت بخشی زیاد نکنیم به جانب مخالف، بیاین زمینه را طور مساعد نکنیم که آن چیزی که خواستهای دشمنای افغانستان است، خواست یا تقاضای بدبینان افغانستان است، او به کرسی بشینه. بیاین که ببینین، ما با از همین تریبیون شما خطاب به همین سیاسیون، خطاب به تمام مردم افغانستان میگم که
این طور نیست که اختلافات سیاسی اختلافات داخلی در هیچ کشوری نباشه. در تمام کشور هند هم ببینن اختلافات سیاسی در اون حزبی، در اون حکومتی، در اون دولتی دارن. پاکستانی هم دارن. ولی زمانی که مسائل ملیشان پیش میایه، هم اگه یک صدا یک دست میشوند. پروسه صلح اگر این بار این فرصت پیش آمده را ما از دست دادیم، به این معناست که این ملت دیگه همیشه به طرف بدبختی همیشگی میبریم و هر کسی که این ملت به طرف بدبختی همیشگی فنا و هلاکت ببره، او را این ملت هم نمیبخشه و خدا هم نمیبخشه. تشکر. بیننده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه کوتاه. به ادامه بازنگاه باز هم خوش آمدین آقای یوسفی. فکر میکنین که حکومت افغانستان سرانجام اقدام بکنه به گزینه نظامی در برابر سرکوب مخالفانش؟ ببین، وقت گزینه نظامی میگین، اگر یک مملکتی که در داخل جنگ نبوده باشه به چنین گزینه دست بزنه احتمال میره، اما مملکتی که اضافه تر از 14 در بین جنگ میسوزه و تمام مردم از او با هر نوع سلاح آشنایی دارن، حتی بازیچه‌هایی که در داخل بازار میفروشن با بازیچه‌هایی که در امریکا فروخته میشه فرق داره. طفل امریکایی هم تفنگ داره که استفاده میکنه، اما تفنگ که ما استفاده میکنیم طفل ما مینیست بازیچه او رو میگیره از بازار، او کاملا 100% مثل شبیه به تفنگ واقعی است، اما تفنگ که طفل امریکایی استفاده میکنه او 10% هم مثل تفنگ واقعی نیست، اصلا به تفنگ واقعی شباهت نداره. یک ملت که عمیق در بین جنگ بوده مدت زمانه، فکر میکنم اگر از جانب سیاسیون در حقیقت به گزینه نظامی ترجیح داده میشه به معنای خودکشی است. چرا؟ پیروزی در اینجا نیست، ناکامی رو به دنبال داره. ملت از وضعیتش معلوم است، 14 جنگش چی حال روز داره، مخالفینش معلوم است چی حال روز داره، کسایی که امروز منتظر پروسه صلح هستند جایگاه از اونها هم معلوم است، و از طرف امروز استخبارات نیست که در داخل افغانستان فعالیت نکنه. تمام استخبارات های جهان در داخل افغانستان فعال است. ما به نفع کی میخواییم بجنگیم؟ ما به نفع کی میخواییم پوستر بالا کنیم و پوستر پایین بکنیم؟ خوب است که سیاسیون ما متوجه زی باشن. ما آیا برای ملت افغانستان میخواییم خادم واقعی باشیم؟ میخواییم خدمت بکنیم؟ اگر میخواییم خدمت بکنیم، گزینه ای که برای ملت فعلا مهم است به طرف از او باشه تابین. همون شکل که جناب آقای منصوری فرمودن، بله ما انقریب باید وارد گفتگوهای بین الافغانی شویم. اضافه تر از یک سال میگذره، ما یک مجمعی که طرف گفتگوهای بین الافغانی بره از جانب ما معلوم نیست، از جانب دولت. پس ما هوش فکر ما هنوز هم باید متوجه قضایایی باشه که به درد صلح نمیخوره، بیشتر پروسه صلح در حقیقت آسیب وارد میکنه. بود نه، این خو کلا غلط است. یعنی وضعیت فعلی فکر میکنین احتمال جنگ های داخلی را منتفی میسازه؟ من فکر نمیکنم یک حرکت عاقلانه باشه ای. اگر ما به چنین طرف گام برداریم، به این معنا که با تمام معنا در مخالفت با پروسه صلح قرار داریم. یعنی پروسه صلح نمیخوایم، یا پروسه صلح در حقیقت مینیست یک وسیله و یک ابزار میخوایم استفاده بکنیم. ما شرایط ما وقت زمان زیاده نداریم، چند روز دیگه مانده با شروع مذاکرات بین الافغانی. باید در حقیقت دولت همراه با مخالفین سیاسی خود وارد گفتگوها شوند، یک گروپ واحد را بسازند که همه گینا در رابطه به او تفاهم داشته باشند. خب اکنون مخالفین حکومت افغانستان گفته که ما با دولت افغانستان گفتگو نمیکنیم. خب این یک جانبه نیست، یک جانبه نیست، این یک جواب است در حقیقت. این جواب است که در رابطه به نتایج انتخابات داده شده در حقیقت. اگر به معنای واقعی از او بیایم بر بگردیم به حالت قبل از حکومت، قبل از نتایج انتخابات، میبینیم که در رابطه به تعیین گروه واحد بابت گفتگوها و مذاکرات صلح در حقیقت با هم تفاهم هستن. حتی سیاسیون در قبال قضیه صلح بیشتر کوتاه آمدن نسبت به تیم آقای غنی. به این لحاظ ما ضرورت به این داریم که در شرایط فعلی تمام هوش و حواس خود را جمع بکنیم تا چی طور از پروسه صلح بیشتر به نفع افغانستان استفاده بکنیم. به هر میزانی که هوش ما متفرق باشه، ما به دیگه قضایا در حقیقت برسیم، به اون میزان پروسه صلح آسیب پذیری داره برای افغانستان. این به این معنا نیست که من هدف متنا نگرانی از بابت طالبان رو دارم. من نگرانیم از بیرون از دشمنان واقعی افغانستان دارم که در خفا هستن. ما شاید یک گروه رو در اینجا دولت افغانستان برای خود مینیسه دشمن خطاب کرده میگه طالبان است. خب طالبان واضح و آشکار است، معلوم است که چی است. اما او دشمنایی که در حقیقت در نهان هستند،
در مقابل از اونا ما چقدر باید سعی تلاش بکنیم تا افغانستان که اضافه تر از 14 در بحران جنگ میسوزه و جوانان ما در اینجا قربانی میشن، در مقابل چطور ما برنامه ریزی کنیم، چطور ما بتانیم از وضعیت این مشکل بدر بیاییم؟ تشکر آقای هلالی. در نهایت امر رای حل عبور از وضعیت کنونی چیست؟ برخی ها نظرشان نیست که باید نتایج انتخابات ملغا قرار داده شود و یک تفاهم سیاسی شکل بگیره روی یک طرح سیاسی برای گذار از وضعیت فعلی. من فکر میکنم که رای حلی نیست که نتایج انتخابات ملغا قرار داده شود. رای حل اعتماد ملی است که باید وجود آورده شود و یک تضمین برای مردم افغانستان داده شوه از اقوام مختلف که فعلا متاسفانه کمی تقسیم هستند بعضی از سیاستمدارایشون، اینا سر یک حکومت به موافقه برسن، نه در اصول از اینکه انتخابات ما لغو کنیم، یک سیستم مشارکت ملی به وجود بیاد و هر کس خود ببینه در این نظام و این اصل نظامداری هم است که تصویر نمای یا عینه نمای مردم افغانستان بوده باشه. اگر ما به همون تا یک موافقه رسیدیم در اصول و اطمینان حاصل شد که نظام همگی را در آغوش خود گرفته میتانند، باز ما میتانیم که یک تیم واحد داشته باشیم به خاطر مذاکرات صلح. ما میتانیم که از موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نه حکومت، از ارزش های قانون اساسی، از اینا باید ما دفاع کنیم. اگر این صورت نگیره، اگر ای تو یک حکومت به وجود نبیاید که همه شمول بوده باشه، موقف طالبا به مراتب قوی تر خواهد بود در مذاکرات و کشورهای همسایه ما که همیشه بدبین بودن نسبت به جریانات افغانستان، اینا بعضی از گروه ها عذاب سیاسی را برای سیاسی را با خود خواهد گرفتن و مشکلات داخلی ما به مراتب زیاد خواهد شد تا ای که ما به یک موافقه با طالبا برسیم. ممکن برنامه که حکومت داره سیاستمدارای ما ایره سبوتاج بکنه و برنامه‌ای که سیاستمدارها در روی حکومت افغانستان قبول نکنند. این تفاهم زمان به وجود آمده میتواند که حکومت فکر وسیع داشته باشد. بقای نظام، مردم، ارزش‌هایش، تمامشان مربوط به حکومت میشه. یعنی پیش از حل بحران انتخاباتی فکر میکنین شکل دهی یک اجماع سیاسی ناممکن است؟ ما ببینید، ما ایره میگم که ما یک فرصت داریم که به یک اجماع نوزان برسیم و یک نظام فراگیره در افغانستان داشته باشیم، یک حکومت فراگیره و او باز با قوت خود بتانه در مذاکرات صلح نقش خود بازی کنند. بحث انتخابات گذشته، اگر این نتایج انتخابات ملغا قرار داده شود، در حقیقت ما به دایی مخالفین افغانستان، طالب و یا کشورهای همسایه عرض گذاشتیم، خواستشان اینه می بوده. در بحث سیاسی دموکراسی یک اصطلاح است که میگه نسبت به هیچ دموکراسی کم شام خوب است، یک مقدار شام خوب است، یک پاو شام خوب است، اگر سیرش نمیرسه یک پاو شام خوب است. این را اگر ما بگیم که 11% مردم رای دادن از واجدین شرایط کسایی که بودن، وازم خوب است. الترنتیو نداریم چی شوه باید، ولی اشتباهات باید حکومت اشرف غنی تکرار نکنن. کل ملامتی را اگر شما ببینید در این جریان 5 سال گذشته، باز می آید سرشانه اشرف غنی و دکتر عبدالله. بی اتفاقی که هست بازم مربوط به زینا می شه. چوکی و خیشخوری و اینی مسائل که در تیم ثبات و همگرایی بود، این باید نبوده باشه تا ابد، چون مردم افغانستان دیگه تحمل کردن نمیتونن. مردم خسته هستن از مردمی که قمندان و مثلا گروه های چیزا و نه سیاستی که حکومت اشرف غنی از حذف چهره های سیاسی داره، اینا راه حل نیست. تشکر. من یک صحبت کوتاه میخوام یک اشاره کنم. این است که در این مسائل مدیریت کرزی صاحب یک کمی خوبتر بود. او میتونست اگرچه برنامه چین، من خود منتقدش هستم، او اگر برنامه انکشافی و پروژه و دیگه مسائل بسیار وارد نبود، ولی در مسائل اجماع یک کمی ضرورت بود. من فکر میکنم اگر یک کمی به او هم توجه شوه که کرزی صاحب باز دخیل بسازید در این مسائل، خوبتر خواهد بود. تشکر. ادامه برنامه تا لحظات دیگه. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. آقای منصوری، راه حل عبور از وضعیت فعلی بالاخره چی است؟ دو
دو تا رای حل است. یک رای حل خودی حکومت پیشنهاد کرده، خودی دکتر سپاشرف غنی پیشنهاد کرد، و یک رای حل به عنوان یک شهروند عادی من پیشنهاد میکنم، البته با تایید اونو صحبت هایی که جناب هلالی صاحب و جناب یوسفی صاحب داشتن. چرا ما 3 نفر شهروند های از این کشور هستیم، درد ملت خود بیان میکنیم. ولی قبل از یک موضوع را میخواهیم بگویم که جناهای سیاسی حکومت و در مجموع مردم افغانستان بدانند که بارها تکرار کردیم، این بار اجازه بدین تکرار کنم، که بیشتر از 54% نفوس افغانستان پول یک وقت نان ندارند، تحت خط فقر نه، ما تحت خط فقر قرار دارند. بین بعد از صلح که اولویت اول و مبرم است، نان دسترخان مردم بسیار ضرور است. اینا به مردم رحم بکن. بالاخره افغانستان به کشور ارواح میمانه، به کشور اشباح میمانه. این مردم نان نداره، آب نداره، مسکن نداره، لباس نداره. بالای این قسم مردم حکومت میکنین، شما از این حکومت چه لذت میبرین که مردم تا نان و آب و غذا نداره، عناصر ادامه حیات را ندارن. بالاخره بعد از اینکه پروسه صلح مهم است، مسئله نان مهم است. و ببینین، پیشتر هم جناب هلالی صاحب گفتن که دکتر اشرف غنی حداقل برنامه های توسعوی انکشافی داره، در این مسائل وارد است. حالا یک دکتر بسیار آدم خوب باشه، من پیشش بروم بسیار با من پیش آمد خوب کنه، ولی مرض ما تشخیص کرده نتانه، اما خوبی همون دکتر به درد من نمیخره. همین دکتر بیخی زشت باشه ولی مرض من تشخیص کنه، دوا بده که مرضم جور شوه. خب بالاخره حداقل دکتر سپاشرف غنی دردهای امین ملت هم میدانه و راههای حلش هم میدانه. خب بیاین 5 سال دیگه امیر خودگذری میکنیم، تحمل میکنیم، 5 سال دیگه اجازه میتیم که چی میکنه در 5 سال. فعلا دکتر سپاشرف غنی گفته در 5 سال آبها را مدیریت میکنم، تمام آبهای افغانستان مدیریت میشه، زیربناهای اقتصادی ساخته میشه، حداقل مسیر توسعه و انکشاف برای کشور هموار میکنه. آقای هلالی گفتن که بحث اعتماد متاسفانه از بین رفته، چطور مردم باور کنه که در 5 سال گذشته نشد اما بعد اینا برای اعتماد سازی رای حل میگم. یک رای حل گفتم که خود دکتر سپاشرف غنی پیشنهاد کرد، گفت که در روز مراسمی بعد از سخنرانی کرد، گفت آغوش ما باز است، آغوش ما باز است، ما دیگه حریف و رقیب ندارم. خب ما هم، او هم خواستار یک حکومت همشمول جامع و فراگیر است که تمام اقوام مختلف افغانستان که گلهای مختلف یک چمن هستند بیان در حکومت خدا ببینن. همی فراخان و همی داعیه و همی آغوش بازی حکومت دولت و رئیس جمهور بهترین فرصت است که ششته شوه برای رئیس جمهور مذاکره شوه، پیش از اینکه بریم به مذاکرات بین افغانی به تفاهم برسن. اگر این رای حل قبول نیست، این رای حل پذیرفتنی نیست، باز به نظر ما جرگه خواسته شوه، یک جرگه مشورتی از تمام اقوام و مردم افغانستان خواسته شوه، صلاحیت بتن امی جرگه را و امی جرگه یک حکومتی بسازه که هم نتایج انتخابات پذیرفته شوه و هم تمام اقوام به افغانستان خود داری ببینن و به جرگه واک و صلاحیت بتن و ایره بپذیرن. این کشور کشور جرگه هاست، این کشور کشوری است که به تفاهم و مشوره همیشه حل شده، اما گزینه های نظامی و گزینه های بردن این ملت به طرف بحران یک دفعه دیگه، این دیگه پرتافتن یا پرتاب کردن این ملت و این مردم در تشکر آقای یوسفی تا رای حل شما را هم میشنویم. بحرانی که در او وارد شدیم، بحران واقعا در خیلی زمان بد قرار داره. یعنی هر گزینه ای که ما از اینجا توصیه بکنیم، بازم او تدویر که ما در این عرصه و زمان ضرورت داریم فکر میکنم چاره نیست، به خاطر ای که این همدیگر پذیری ضرورت داره و جنایی درگیر فعلا نظر به او تفاهمی که خودشان داشتن بر او تفاهم استوار نبودن، بر او تفاهم ثابت قدم نبودن، بر او تفاهم خودشان عمل نکردن. تفاهم قبل از انتخابات همیر نشان میده در رابطه پروسه انتخابات، تفاهم دوره به وجود آمدن حکومت وحدت ملی در حقیقت همیر نشان میده. یعنی ما از اینجا چطور گزینه رو برای اینا پیشنهاد بکنیم وقتی که اینا بر تفاهمات خود در حقیقت ثابت قدم نبوده باشن که اونا به این گفته ها عمل بکنن؟ یعنی موارد را که آقای وزیر اشاره کردن، جرگه میتونه راه حل باشه؟ من گرچه خیلی به جرگه باور ندارم، خود این دیدگاه شخص خودم است. چرا؟ از به نظر من از جرگه کرده پارلمان بیشتر قوی تر است،
به خاطر که حداقل تعداد افراد پشت سر از او وکیلا ایستاده هستند. حالا یک نوع جرگه است. بله یک نوع جرگه است. در حقیقت هم حالت پیشرفته و متمدن‌تر حالت جرگه است که در حقیقت به وجود آمده. فکر میکنم اگه به خانه ملت کشانده شوه و یا در حقیقت اصل گزینه را اگر بیان همدیگر پذیری تعریف بکنن، در مسیر همدیگر پذیری به تفاهم برسن، این راه حل بهتر خواهد. تشکر، سپاسگزار هستم مهمانان گرامی از حضورتان و بیننده های عزیز از شما هم تشکر که تا این دم بیننده بازنگاه بودن. تا برنامه بعد، بدرود.